نیروهای امنیتی رژیم چین ابتدا جوش شیانگ یانگ را در سال 2003 برای اعتقاد وی به فالونگونگ زندانی کردند. وی در زندان گانگ بی در تیانجین در نزدیکی پکن 6 سال در حبس بود و سپس برای معالجه آزاد شد. اما در ماه می گذشته به علت صحبت عمومی در خصوص اعتقادش بدون هیچ گونه اتهام رسمی مجددا دستگیر شد و ای مجددا به زندان گانگ بی فرستاده شد. سازمان غیردولتی دولتی حقوق بشر عفو بین با بستگان جو صحبت کردند. آنها اظهار داشتند که در تنها دو دیداری که توانستند از زمان دستگیر شدنش با وی داشته باشند، وی به تشریح شکنجه شدن مرتب خود پرداخته است. عفو بین درخواست اقدام عاجل نموده و خواسته است که مردم به زندانی کنندگان جو نامه بنویسند و درخواست کنند که نقض حقوق بشر را متوقف کنند. در حال حاضر خانواده جوبی مان دارند که وی به خاطر شکنجه و نیز اعتصاب غذایی که در ماه اخیر داشته است رو به مرگ باشد. لیشانشان همسر جو نیز به خاطر انجام تمرین روش معنوی فالونگوین در بازداشت به سر میبرد. وی به جرم چرخش یک دادخواهی به نمایندگی از طرف همسر خود در حال طی کردن حکم دو سال بازداشت در اردوگاه کار همراه با آموزش مجدد می باشد. همانطور که انتیدی قبلا نیز گزارش کرده این دادخواهی توسط هزاران نفر از ساکنین زادگاه جو در استان هبی امضا شده است